تیر ماه 1402. ما الان در ارتفاعات دینارکو هستیم در قلمرو شهرستان آبدانان در کنار جناب آقای شفیعی معاون اداره کل منابع طبیعی استان ایلام و در واقع همکارانشون و همچنین فعالان حوزه محیط زیست و دوستداران طبیعت استان ایلام. هدف ما از این سفر این بوده که تجربه موفقی رو که در الگن داشتیم در استان کوکیل و بوی رحمت و خود سعید انصاریان رو شما اینجا میبینید که حضور داره میخواییم تکثیر کنیم. یعنی چه کار کنیم؟ یعنی به کمک جامعه محلی و با هماهنگی اداره کل منابع طبیعی و حمایت NGO ها و در واقع دوستداران محیط زیست مناطقی رو که همچنان قابلیت تاب‌آوری اکولوژیکی رو داره و همچنین تعارضات کمتری با جامعه محلی داره انتخاب بکنیم تا بتونیم در حقیقت یک فروغ 10 ساله رو اینجا با حمایت اسپانسرهای بخش خصوصی که وجود داره تأمین بکنیم، هزینه‌ش رو بپردازیم، معیشت‌های جایگزین احتمالاً برای در واقع جامعه محلی که از اینجا داره استفاده می‌کنه، یعنی به ویژه دامداران معرفی بکنیم و اینجا رو دوباره تبدیل بکنیم به یک منطقه نمونه و یک منطقه الگو انشاءالله در ایلام. چند منطقه رو می‌خوایم در طول 3 روزی که در استان هستیم در جنوب تا شمالش مطالعه بکنیم، بررسی بکنیم و به این جنبندی برسیم. آبدانان در بین 2 رشته کوه مشهور کبیر کوه و دینار کوه قرار گرفته. پتانسیل ریزش‌های آسمانی منطقه فوق‌العاده خوبه، چیزی بیش از 700 میلیمتر که نشون میده که اگر منطقه غرق بشه این استعداد رو داره تا دوباره زادآوری طبیعی توش اتفاق بیفته. مهمترین شاخصی که میتونه به ما کمک بکنه برای اینکه امیدوار باشیم و اینکه غرق میتونه باعث برگشت شرایط کلیماتیک منطقه بشه ریزش‌های آسمانیه. بقیه مسائلش رو باید به کمک جامعه محلی و با حمایت در واقع ارکان حاکمیتی حل بکنیم. آقای شفیع عزیز میشه یه چند کلمه توضیح بدید در مورد این منطقه؟ خیلی خوب، بله شما صحبت کنید، جزئیات بیشتری رو اگر خودتون هم معرفی کنید. آقای عسکری، من خدا، من رضا رشیدی هستم، مدیر عامل انجمن زیست محیطی بنار آبدانان. به حضورتون عرضم، ما تجربه کلان در مورد این مسائل رو واقعیت جناب دکتر و جناب آقای شفیعی و دوستان عزیز نداریم، اما آنچه که من یه خواسته ای دارم اینه که به صورت فوری حداقل اداره کل منابع طبیعی و محیط زیست استان ایلام تلاش بکنن که حداقل بحث خروج دام را از منطقه حفاظت شده ثبت شده موجود. چه تعدادی دام الان اینجا هست؟ الان دیگه ببینید شما، ما به صورت ثبت شده منطقه حفاظت شده داریم، یعنی تو سازمان محیط زیست کشور و ادارات چی اسمشه معاونت آبخیزداری و منابع طبیعی ثبت شده، ملی، ثبت ملی شده. آره اینجا جزء مناطق چهارگانه سازمان حفاظت محیط زیست. خب این نه تعداد دامی که الان واقعیت اینجا آبدانان یکی از شهرستان‌های دارای بیشترین دام استان ایلامه. متاسفانه و شاید اولین متاسفانه جناب دکتر دامی متاسفانه پرورش دام بز اینجا طبیعت رو نابود کرده. تیپ غالبا بز بزه، بز که خودتون میدونید دیگه، قاتل طبیعته. من فقط توقع اینه، ما اینجا هیچ در واقع گونه ای که جوان باشه 1 ساله 2 ساله نه خیلی که طبقه نیست دیگه، نمیبینیم طبقه نسلی، نمیبینیم، یعنی جنگل داره پیر و پیرتر. آره من عرض کردم خدمت شما، اینجا با توجه به طبقه نسلی درخت بلو در اینجا وجود نداره، اینو دیگه جنگل ما نمیگیم علمی، این خوب. یک درختزاره به صورت اورژانسی. یعنی اول برآوردتون اینه که بیش از 10,000 واحد دام اینجا داره؟ من معتقدم شاید بیش از 10,000 چیه. خب وقتی 10,000 مالکیتش به چند فرد حیدی شاید نیسته. ببینید شما میانگین هر کدوم 150 تا 200 رس نهایتش میانگین، به صورت میانگین اینقدر دارن. ببینید چقدر در شاهر هست اینجا. منتها ما یه زمانی که آقای دکتر عزیزی اینجا بودن، بچه این منطقه بودن، این رو اینجوری خط بندی کرده بودن که جرئت نمیکرد دامدار بیاد تو منطقه. هر تپه، همون تپه های گچی رو که شما میبینید، یک
نگهبانی اونجا بود. یک طبیعتگرد می اومد اینجا یه آتیش روشن میکرد، سری دو تا موتور سوار می اومدن پیشش، آقا خاموش کن، آقا جمع کن، آقا فلان کن. آره ولی ما با جرأت نکردن و با منطق چکمه و با منطق سرنیزه نمیتونیم به صورت فایده. یعنی اگه سعید انصاریان الان موفق شده اینجا تو الگن به خاطر منطق چکمه نبوده، رفته با جامعه محلی صحبت کرده، یه میثاقنامه ازشون گرفته و در واقع معیشتای جایگزین داریم براشون معرفی میکنیم. اگر بخوایم چرا تر آقای عزیزی شکست خورد؟ به خاطر همین که وقتی که اون اقتدار رفت، وقتی خودمون فرد رفت، وقتی اون امکانات رفت، مردم دوباره ریختن، چون مردم حقانیت این طرح رو به رسمیت نشناخته بودن، درک نکرده بودن. من خیلی در این مورد با عرض پوزش با شما موافق نیستم. ببینید شما اگه مدیری دلسوز باشه، یعنی پارامتر انتخاب یک مدیر در یک منابع طبیعی یا محیط زیست آگاهی فردی باشه نه سایر متغیرها، این جواب میده. آقای عزیزی یک شخصیت کاریزما بود واقعیت و مردم دوستش داشتن. خب حالا مدیریت روابط انسانی و رفتار، من بر اساس حرفای خود گفتم، اولش گفتی که ایشی جرأت نمیکرد، الان میگی میدونی چرا کاریزما بود درست مردم، میدونی چرا جرأت نمیکرد؟ چون میگفت دل آقای عزیزی نشکنی، گلگی آقای عزیزی برای خودمون نیاری. متوجه چی میگم؟ این بحث بعدی، من عذر میخوام وقتتون رو زیاد نگیرم، شاید شما این مروه رو قرار برید. بحث بعدی ما اینه که از تجربیات اون پروژه الگن رو ما استفاده کنیم، شما رو داشته باشیم، آقای شفیعی پشتیبانی کنه، لازم اداری و جناب مهندس کمک کنه. میشه اینجا مردمش مردم خیلی بدی نیستن، میشه اینا رو پای کار آورد، اما جوامع محلی رو در صورتی ما میتونیم جذب کنیم که جا بندازیم برای اینا که در این پروژه چی داشته باشن، یادشون بدیم که شما هم سهم دارید. یعنی در واقع باید بهشون بگیم که اگر میخواییم ازشون که از درآمد دامداری بگذرید، ما به ازاش درآمد دیگری رو به شما معرفی کنیم. یعنی مثلا همون کندوداری رو که ما الان پایین جاده داشتیم میامدیم، خب اینجا اگر فروخ بشه اصلا الان تا کلیپ 500,000 تومان به راحتی فروش میره، در مال منطقه قابل مقایسه با دامداری نیست. آقای دکتر شما چیز دیگه میخواین اضافه کنید؟ خب به نام خدا، من هم فیزی هستم، فعال محیط زیست و افتخار داریم که در خدمت برادرانمون آبدانان هستیم که ما ریشه در طبیعتو داریم. از سمت شمال آب طبیعتو را استفاده میکنن، 90% خون اینها هم آب طبیعتو هست و این آب مشترکه. ما در حقیقتا در رابطه با بحث طبیعتو و دیناکو بنابرای تیگیری های همین سازمان های مردم نهاد جا داره، من از یکی از اونها که در این زمینه ها خیلی فعال بودن، جناب خانم واسطی که برحال اما من اسمش یادم آمد، برای این منطقه خیلی کار کردن. سازمان های مردم نهاد در زمان خود شما تو مدیریت مشارکت ها بودید، همین سازمان های مردم نهاد بودن که خانم ابتکار با هلیکوپتر از ایلام به پرواز در آوردن، بالای کدیفو دور زد، گفت اینجا 30,000 هکتار منطقه حفاظت شده بشه و در کبیرکو 20,000 هکتار، ولی این اسمون فقط به عنوان منطقه حفاظت شده، هیچ محیطبانی نداره اینجا، هیچ سازوکار حفاظتی اونجوری که شما الان میبینید نه هیچ کار، ولی پاسگاه محیطبانی هم نداره. در هر حال اینها ما بر اساس در واقع همون اشل‌های حفاظتی در حوزه جنگل یا محیط زیست، ما 640,000 هکتار جنگل داریم و شما از حساب کنید هر 3,000 هکتاری یک جنگلوان با داشته باشیم بایده، چقدر ما کمبود نیرو داریم. منطقه حالا حقیقتا اینجا یکی از ذخایر خون و فلور کشورمون هم هستن. من از شما تشکر میکنم و از دوستان میکنم که برحال بنابرای دردقهی که به محیط زیسته و اندوخته های زیستی کشورمون داشتید به این منطقه آمدید. من از 8,000 گونه گیاهی به اغراق میگم، این 8,000 رو در کبیرکو و دیناکو وجود داره و در واقع این ظرفیت و ذخیره‌گاه زیستی باید این انسان بود. در بحث معیشت مردم دوستان ما صحبت کردن، عزیزان ما در منابع طبیعی هستن. ببینید ما اساس و توسعه در واقع اقتصادی در هر منطقه بخش کشاورزی است، این بخش نیاز به آب داره. دیناکو مهمترین حوزه آبخیز در واقع شهرستان آبدانان هست و حتی دهقان هست، ما کنه دوار جاخیر دیگر رودخانه ها حقابه از اینجا هست، ولی ما باید در واقع این
اکوسیستم را به منظور توسعه واقعی مردم. مثل آقا گل رمانی در واقع سبک علمی نیست، شما هم بگید ما هم باره تعیین پروتئین گوشت سفید آمدیم در مرداری ها را در دره ها جایی که آب داریم در واقع احداث کردیم. خب ما الان پیشنهاد میکنم در همین دشت آبدانان اگر اجازه بدید این حوزه آبخیز برادران ما در منابع طبیعی هستن احیا بشه. عمدتا منظور ما از احیا عمدتاً پوشش های علفی هست. همین جایی که ما الان ایستادیم ببینید این پوشش علفی داشته، برای بیابانی شده در واقع. در میانگین با وجود میانگین بارندگی بیش از 700 میلی‌متر این اتفاق افتاده، یعنی فشار بیش از حد بد عرضه. ما پیشنهاد میکنیم خدمت عزیزمون در منابع طبیعی فعالان محیط زیست این جمله جناب استاد ما جناب آقای پروفسور محمود کرمی که از اکولوژی هست به نظر میرسد آینده بشر در گرو این دانشه. اگر ما دانش در واقع مدیریت عرصه های جنگلی مون رو نداشته باشیم نمیتونیم مدیریت بکنیم. متاسفانه ما الان به هر حال معیشت های جاگیری ما الان 330 گونه از این گونه از این 8000 گونه حالا 330 گونهش دارویه. ما الان میتونیم با عنوان خزانه ژنی گیان دارویی هم بهش نگاه بکنیم به عنوان ظرفیت. حالا اگر اینجا رو ما بخوایم قرب بکنیم، مثلا فرض کنید که تو گام اول ما بخوایم 2000 هکتار از این منطقه رو قرب بکنیم، بروغبانی که باید انتخاب بکنیم برای اینجا باید از جامعه محلی اینجا باشه. جامعه محلی اینجا وجود داره الان از همین جناب از همین فعالان محیط زیستی که واقعا جان خودشون رو در تبعید اخلاص در آتش سوزی فعال محیط زیستی ببین اینها میتونن با همون جامعه ارتباط همون یعنی فعال محیطی که فعال محیطی که اهل منطقه باشه. بله همون یعنی شبانه روز بعد منطقه مستقر باشه ما بتونیم حق بیمه شو و یه حقوق ثابت از مردم آبدانان به نیکی یاد بکنیم. بنده جلساتی که در خدمت سازمان های مردم نهاد بودیم در زمان مدیریت شما اینها همه تشکل ها در شهرستان و در شهر یک کارگاهی داشتیم برای اینها. تشکل های آبدانان به مدیر کل محیط زیست وقت استان گفتن آقا ما نصف خریدی بالگردی پرداخت میکنیم ببین چقدر مشارکت بالا هست این باید به فال نیک بگیریم. حالا آقای شفیق شما با اینکه این اتفاق اینجا بیفته از نظر اداره مطبوعتون موافقی؟ ما تو اینجا حوزه استفادی محیط زیستی هست قطعا بایستی بر اساس تفاهم نامه این کار رو انجام بگیری بین آره در نهایت با اونا هم باید وارد مذاکره بشه. بله. ولی به هر حال شما به عنوان ولی من خودم معتقدم جناب آقای دکتر برای استمرار مدیریت فروغ حتما باید در کنار این موضوع در دستان های ساب کسیشیم بایدی بحثش رو باید جایی بسیم که بنده هستی و ما در مکتب عزتاری تلم باید این عملیاتی بشه تا بتونه استمرار و بقا داشته باشه. آره پس ما حالا جنبندیمون تو اولین جایی که دیدیم اینه که یکی از مهمترین ویژگی‌هایی که باید یه منطقه داشته باشه برای اینکه قرب بکنیم اینه که نهال‌ها بدون آبیاری و بدون دخالت انسان این توان رو داشته باشن که از خودشون حفاظت بکنن. میانگین بارندگی بالای 700 میلی‌متر این اجازه رو میده که اگر اینجا قرب بشه و عامل تهدید کننده هست بشه کاملا اینجا دوباره تاباوری خودش رو برگردونه. ما اینو چند تا نکته الان چند تا نکته میمونه، یکی همکاری و جلب نظر سازمان حفاظت محیط زیست چون به هر حال اینجا جزء مناطق حفاظت شده است و دوم اینکه ما بریم و دامدارای منطقه رو شناسایی کنیم باهاشون مذاکره کنیم از بین اون دامدارا از بین اون چوپان‌ها به خصوص با کمک در واقع انجی های منطقه چند نفر رو به عنوان قربان استخدام بکنیم و ببینیم آیا حاضرن در واقع تو این فرایند وارد بشن به کمک تجربه هایی که دوستان ما در الگن دارن. حالا شما چیزی رو می‌خواستید اضافه کنید؟ من نظرم اینه که ببین همین باعث حاجی در شرایطی هستیم گرمایش جهانی واسه تغییرات اقلیم هست در همین آبدان حالا میانگین دما به هر حال 16.2 درجه است و این واقعا یک فرصت خوبیه که فقط اگر ما اون دیدگاه مدیریت فروغ اعمال بکنیم به هر حال موفق خواهیم شد. شما هم می‌دونید ببینید جناب آقای شفیعی ما چندین جلسه من نماینده رو کشوندم آبدانان 4 بار 5 بار بودم اینجا نماینده مجلس ایراد کار منتفع بودن صرف جوامع محلی نیست هست زمانی در آفریقا موقعی که می‌خواستن شهر پارک‌های محلی رو ایجاد کنن
جوامع محلی به شدت مخالفت کردند. ولی زمانی که رسید دو نفر آقا مثل شما جناب شفیع مهندس، آقای دوستان، اینا رو منتفع کردند. 10 سال بعدش آقای شفیعی گفت که آقا میخوایم اینو تعطیل کنیم. همون جوامع محلی که مقاومت میکردن، ببین، چون منتفع شده بودن، نگهبان، راننده، نمیدونم راهنمای تور، همونا مخالف بودن. ما باید بلد باشیم کار بکنیم. آقای شفیعی، یک گره کور اینجا هست، باید حل بشه. منابع طبیعی میاد چالکنی میکنه، میگیم حفاظت کن، میگیم مال محیط زیسته. میریم محیط زیست، میگیم آقا حفاظت کن. من دعوا میکنم باشون. آقای مهندس عسکری میدونه یه بچه جوان 5 تا 6 تا همکار داره چیکار میتونه بکنه. برای همین گفتم بعد آقای مهندس ببخشید. البته این نیست که فرض کن درست تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست هست، ولی مشارکت شما دستای درگیر درسته موجود. شما درست میفرمایید، ولی تا زمانی که این مشکل حل بشه، ببینید، منابع طبیعی آبدانان با هزینه های بسیار، با کارگری ما، 2 تا پست اینجا ساخته الان خالی هن. چرا من ما نماینده مجلس کشوندم اینجا، گفتم آقا شما تا پست دو تا نشون میدم بین راست، بله الان نشون میدم پست نگهبان، جناب پاسگاه، جناب ببخشید، روزانه 20 تن هیزم و زغال از اینجا میره. اینی میخوام بهتون بگم که میشه همین الان میشه کار کرد. البته در فاصله ببخشید آقای شفیعی میکنم، آقای دکتر، در زمان مدیریت آقای دکتر عزیزی این پست کنترلی به حکم داستان که براش گرفته بود، این کمترین آسیب ما اینجا درود بر شرفه. همینه میخواستم بگم آقای شفیعی، شما خودتون میدونن چقدر سوز این داستان هستید. ببین آقای دکتر، این نماینده مجلس من کشوندم، میگم آقای نماینده مجلس چجوری اداره کار آبدانان باید سرباز امریه بگیره ولی منابع طبیعی محیط زیست بگیره؟ نمیشد بچه همین منطقه، بچه زاگرس نشین و به عنوان امریه سرباز میگید آقا نیرو نیست، مقصر هم نیستن، آقا به خدا اینا یه ماشین دارن، بنزین هم ندارن. این یه واقعیتیه. ما باید پس در واقع اینجا یه تهدیدی که بیشتر از الگن وجود داره، علاوه بر فشار دام و کشاورزی در زیرشکوب و جمع‌آوری دانه ها، بحث کوره های زغال و قاچاق چوب و در واقع زغاله که این میتونه پیچیدگی های غروب رو در منطقه بیشتر بکنه، چون زینف های غیرقانونی عجیب و غریبی داره که اینها به راحتی با در واقع معیشت های جایگزین ارضا نمیشن. جناب آقای شفیعی، به حضور دارزم، زمانی که مهندس عزیزی اینجا بود، شما الان میریم آقا فاصله 150 متری اداره منابع طبیعی و محیط زیست آبدانان، خوبه؟ ما میتونیم 100 متر، کمتر از 100 متر، ما میتونیم، من و آقای دکتر درویش و جناب مهندس، ما میتونیم الان 5 تن زغال جمع کنیم به صورت آزاد. آقا شرط داره منطقه حفاظت شده، حتی پرورش زنبور هم توش ممنوعه. از 2000 اصل دینار کوره ها شده، قبول اینا را دادن دادگاه، میگیم دادگاه، میگیم آقا چرا پیگیری میکنید؟ منابع طبیعی میگه آقا ما دادیم. میگیم آقا منابع طبیعی چند پرونده حقوقی داشتی، چند تا کیفری شد، تلاش بگیر بزن بند خدا کمن، ماشینشون کمه، پولشون کمه. قبول دارید آقای شفیعی اینا رو یا نه؟ اما میشه. من معتقدم با توجه به شرایطی که جناب دکتر فرمودن، 1 شرایط اقلیمی، 2 مهندس فرمودن میانگین درجه آب و هوایی، 3 مردمی که اینجا واقعا الان دارن کار میکنن. البته ببخشید میخواهی میکنم، یکی از مشکلات و چالش های حوزه منابع طبیعی اینه چون منطبق بر مدیریت جامعه حوزه آبخیز نیست و تمام بخش ها در یک حوزه آبخیز دیده نشده، متاسفانه با توجه به اینکه آقای استاندارم رئیس کارگروه این موضوع هستن و معاون عمرانی دبیر کارگروه هستن، نیاز به یک انسجام هم درون سازمانی میشه و هم برون سازمانی. بله دقیقا همینطوره. یک در واقع تفکر بین رشته‌ای باید حاکم بشه و همه بیان وسط بتونیم یه معادله برد برد تعریف کنیم. خیلی ممنونم. یه جمله رو من بگم. همون منطقه صاف رو نگاه کنید. من پدرم دامدار بوده تا سال 67. همون منطقه رو میرفتی اونجا گم میشدی، یعنی شما دیگه موقعیت جغرافی در دست میدید. با این بارندگی معلومه، ولی استان جایی هست بیشتر از این بارندگی فعلا نداریم. ما تو کل ایلان، ما سال 1392 یا 1 دارم من این آمارا رو نوشتم و سال سایت سازمان هواشناسی هست، ما 1404 میلیمتر تجربه بارندگی داشتیم، چند سال پیش شمال هم نداشتیم.
بله ولی عکسش هم ما 256 میلی متر 4 سال پیش هم داشت. الان به هر حال همین مشکلات بارندگیش بیش از فوق العاده است. اصلا فوق العاده است. مشکلات اینجا جناب ببینید یک حوزه آبریز بسیار عالی توی منطقه است. اولا که دومین ویژگی کتاب‌آوریش یکم بالا رفته اینه که مردم حق برداشت ندارن چون اینجا قسمت مرکزیش حوزه آبریز سد دویرج، قسمت غربیش حوزه جنوب شرقش حوزه آبریز سد کجاست کرخست 65 کیلومترش تو شهر آبدانانه، اینو میدونید شما، و حوزه شمالیش هم سد میمه است. یعنی هیچ برداشتی هیچ اتفاقی اگر به صورت قانونی، ولی شما میگید هر روز داره از توش قاچاق میشه. آب نه بحثم آب یعنی لحاظ زیست محیطی میشه واقعا کار کرد یک منطقه بسیار مستعد برای این. حالا آقای شفیعی اگه کمک بکنید ممنون میشم. دست شما درد نکنه. یکی از مناطق بود. خسته نباشید. حالا منطقه